اریک جان سلام، سلام آرمین عزیز، خوب هستی؟ خوب هستی؟ خیلی وقتی که در خدمت شما نبودی. آره، دلمون تنگ دیدم شده. بره مختصر. خب عرضم به حضور، داشتم گوش میدادم حرفاتو، خیلی جالب بود راجع به پیر ریویو اینا، ولی یه نکته ای رو گفتی خب در بالاترین سطح هم باز قطعی نیست و شک وجود داره نسبت به اون نتیجه که گرفته شده بر اساس اون پیر ریویو و متا انالیسیس اینا، ولی دلیلشو نگفتی. چرا اینجوریه به نظرت؟ چرا قطعیت نیست؟ خب قطعیت نیست برای اینکه ببینیم، ما بلک سوان افکت رو داریم دیگه. ببینیم، ما وقتی که داریم از تجربه گرایی به این دنیای علم بر اساس تجربه گرایی، ولی نه تجربه گرایی که مثلا انکدوت باشه، یعنی که مثلا من اینو دیدم پس من تجربه دارم میدونم، یعنی تجربه شخصی اینا نیست. یه روش تجربه گرایی به طور خیلی سیستماتیک و به طور خیلی منظم و به طور خیلی پیشرفته ای هست، خب دنیای علم نوین. خب ولی با این که مثل ریاضی و مثل فیزیک نیست که مثلا شما یه فرمول رو حل کردید و یه چیز رو اثبات کردید. فیزیک هم تا هست دیگه. ببین فیزیک، ما فیزیکای مختلف داریم، ما فیزیک آزمایشی داریم و فیزیک ریاضی داریم. خب شما وقتی که مثلا یه چیز رو میایین توی به طور مثلا ریاضی تو دنیای فیزیک یه چیز رو حل میکنید، دیگه جایی برای اشکال نداره. ولی وقتی یه چیز رو میایین آزمایش میکنید، ببین برداشتتون ممکنه اشتباه باشه تو دنیای فیزیکا از یه چیز فرمول ریاضی، ولی خود اون چیزی که مثلا فرمول ریاضی دیگه نشون میده که جایی برای شک و اینا دیگه نذاره، این دیگه ریاضیه. خب مثلا تو دنیای منطق هم مثلا شما نگاه کنید، مثلا منطق رسمی داریم و منطق غیر رسمی. خب منطق سوری و غیر سوری میگن، سوری یا غیر سوری، درست این درسته این حرف شما. منطق تو منطق سوری جای شک دیگه باقی نمیمونه. شما مثلا فرض کنید تو منطقه سوری یک چیز تو منطقه سوری مثلا اینو میگه، مثلا میگه همه پستانداران مثلا شیر میدن. خب یا اینکه و بعد بگیم خب یه گربه یک پستانداره، نتیجه گیری پس گربه شیر میده. خب آره، ولی اتفاقا مثال خوبی زدی، واقعا اینطور نیست. توی منطقه سوری قطعیت هست، درسته، اما قطعیت اینه که شما اگر مقدمات درست داشته باشی، پیش‌فرض‌های یعنی مقدمات همون میشه premises، اگر مقدمات شما درست باشه نتیجه شما هم الزاماً درسته. الزاماً دقیقاً. اما این که آیا مقدمات شما درسته یا نه، اینجاست که باز کارت میلنگه. یعنی اینکه مثلا شما میتونی مقدمات غلط داشته باشی، مثلا بگی که همه سیارات مکعب هستن، بعد بگی مریخ سیاره است پس مریخ مکعب است. ولی این الان به لحاظ منطق سوری هیچ اشکالی تو این استدلال نیست. مقدمه اولت درسته، ولی چون مقدمه اولت اشکال تجربی داره، یعنی تجربه ما با این سازگار نیست که بگیم مکعب هستن همه سیارات. خب این اشکال تجربی داره. برای همین شما وقتی از فرمول فیزیک هم استفاده میکنی، ممکنه اون مثلا وقتی میای میگی E equals مثلا MC squared فلان، ممکنه که مثلا اون E که شما آوردی مقدارشون اون اشتباه باشه. درسته شاید اون فرموله اشتباه نباشه، اما آره اتفاقا منم دقیقا این دو نفر، این وریا امیری و عرفان کسرایی، دقیقا افرادی بودن که تو ذهن من اومدن وقتی گفتی یه متخصص بیاریم. خب اریکسون، چیزی که قطعیه همون قسمتیه که گفتی الزامه. خب یعنی ما وقتی در مورد منطق سوری وقتی میگیم قطعیه، منظورم اینه که اگه مقدمات شما درست باشه نتیجه شما به طور قطعی درست خواهد بود. آفرین. این قسمت انتزاعی قضیه است که باید درست باشه، ولی توی علم ما هیچ وقت اینجوری خیلی خالص نداریم چیز مثل ریاضی. دقیقاً. آره دقیقاً. خب برای همینم گفتم همیشه جای شک هست. آره. من کاملا موافق بودم، ولی میخواستم بحثشو باز کنیم که یکم راجع به چرایی قضیه هم صحبت کنیم. درسته. آره برای همین بگی. بله بفرمایید. درسته. نه درسته. و هم تو دنیا، ببین خیلی جالبه که همه دنبال قطعیت میگردن، ولی هم تو دنیای منطق اون منطقی که کاربرد بیشتری داره، یعنی منطق غیر سوری، قطعیت به ما نمیده. هم تو دنیای علم خب و تو
تو دنیای تجربه گرایی، خب اون روش کاربردی که اون چیزی روشی که کاربرد داره به ما قطعیت نمیده. یعنی چیزی که روشایی که به ما هم نتیجه های درست بیشتر موقع ها میده به ما قطعیت نمیده. یعنی کسایی که میرن دنبال روشایی میگردن که ادعای قطعیت میکنه، دارن روشایی رو استفاده میکنن که اصلا نتیجه درست به ما نمیده و خیلی هم ناقصه. مثلا وحی و ایمان و ببین توی علم ما یک روشی رو استفاده میکنیم تقریبا به این شکله که به لحاظ منطق سوری یه مغالطه محسوب میشه، بهش میگن مغالطه تصدیق تالی، تو انگلیسی هم میگن affirming the consequent. یعنی که شما بگی اگر آ پس ب، بعد ما میایم میگیم ب پس آ، این میشه مغالطه. اما تو علم ما استفاده میکنیم، میگیم مثلا اگر این اتفاق بیفته، اگر ما مثلا اینو کشف کنیم فلان اتفاق بیفته، بعد اونو که کشف کردیم میگیم خب پس این اکسپلنیشن ما، این توضیح ما درست بوده. به لحاظ منطق سوری این مغالطه محسوب میشه، اما توی علم ما کاملا همیشه از این استفاده میکنیم. دیوید هیوم هم یه اسمی برای این میذاره، میگه problem of induction، یعنی مشکل استقرا، چیزیه که به لحاظ منطق سوری مغلطه هست، یعنی کاری که علم میکنه. یعنی برای همین هم هیچ وقت نمیتونه 100% باشه. مغلطه نیست برای اینکه ادعای 100% نمیکنه. آفرین. ولی چرا گفتم تو منطق سوری مغلطه است؟ به خاطر اینکه منطق سوری یا منطق ارسطویی اون مدلی که هست فقط با 100% ها و قطعیت ها کار داره. یعنی میگه که اگر مقدمات درست باشن الزاماً باید نتیجه درست باشه، و توی affirming the consequent شما الزاماً درست نیست. مثلا میگی اگه بارون بباره ماشین من خیس میشه، بعد شما میری نگاه میکنی میگی ماشین من خیس شده پس بارون باریده، در حالی که این الزاماً درست نیست. ممکنه که مثلا یکی شیلنگ گرفته باشه رو ماشین، درسته؟ یعنی چون الزاماً درست نیست، با اینکه خب وقتی ماشینت خیسه شما نگاه کنی ببینی ماشینای دیگه هم خیسه، خب حدس میزنی که واقعا بارون باریده دیگه، اما الزاماً درست نیست. و این چون الزاماً درست نیست دقیقا میرسیم به اون مسئله که تو علم ما هیچ وقت قطعیت نداریم و قطعیت هم لازم نداریم. اساسش هم همین affirming the consequent هست، چون مغالطه یعنی برای اینکه قطعی باشه باید استدلالی درش نهفته باشه که اگر مقدمات درست باشن نتیجه درست بده همیشه الزامن، ولی اینو نمیده. یعنی روشی که علم ازش استفاده میکنه اگر بخواد جواب قطعی بده مغالطه هست. درسته. حالا یه چیزی این هیوم هم گفتی، ببین مشکل هیوم هم همین بود دیگه، همین بلک سوانه، درسته؟ یعنی مشکل علم و مشکل این روش ها اینه که میگن که شما برین نگاه کنید. سوان اصلا سوان... اتفاقا یعنی ها؟ حالا درسته مثال بزنه، بلک سوان منظورت اینه که یه اتفاقی که خیلی نادره و کم پیش میاد بیفته. سوان به فارسی چی میشه؟ قوی میشه دیگه، قوی سیاه، یعنی قوی که خیلی کم پی نادر داره. نه ببین، خب بذار من توضیح بدم برای کسایی که نمیدونن جریان چیه. خب شما مثلا میگین خب روش علمی اینه که برین مثلا inductive reasoning، یا که روش علمی اینه که برین نگاه کنید. استقرار میگن تو فارسی. استقرار، درسته. استقرار، آره. نه استقرار، استقرار. استقرار. induction. induction. خب مشکل استقرار یا induction اینه که ما اگه از این روش استفاده کنیم، خب میریم نگاه میکنیم، هر قورو نگاه میکنیم میگیم خب مثلا من 100 تا قورو نگاه کردم دیدم سفیده، 1000 تا قورو نگاه کردم دیدم سفیده. خب بر اساس استقرار ما نتیجه گیری که ما باید بکنیم اینه که خب هر قوری حتما سفیده. خب در صورتی که ما میدونیم خیلی کم، به طور خیلی کم بعضی از قوها سیاه هستن. یعنی ما اگه از این روش علمی بخوایم استفاده کنیم که بریم بر اساس تجربه استفاده کنیم، به این نتیجه اشتباه میرسیم. و هیوم مثلا مشکلش همین بود دیگه، میگه این روش علمی که بر اساس تجربه است بعضی میتونه بر اساس همین به نتیجه غلط برسه. شما رفتیم مثلا 999 تا قور رو نگاه کردید این سفیده، در صورتی که یکی از 1000 تاش هم سیاهه، ولی ما اگه بر اساس تجربه نگاه کنیم چون ممکنه به اون قوه سیاه نرسیم، یه می نتیجه گیری کلی بکنیم که همه قوها سفیدن. خب و این مشکل که کسایی هم که مثلا خیلی مثلا منطقه ریاضی وار میخوان، مشکلشون مثلا با همین استقرار همینه که نه شما قطعی نمیتونیم به ما بگین، که هیچ وقت هیچی رو به قطعی دیگه نمیتونیم بگین. مسئله هم... چیه؟ مسئله اینه که شما همه هزار تا قوی دنیا رو نگاه کنی از نظر هیوم باز نمیتونی قطعی بگی همه قوها. درسته، درسته. اصلا نمیتونی ببین، مشکل روش علمی اینه که هیچ وقت نمیتونین همه چی رو بیان نگاه بکنین، همیشه باید
یه نتیجه گیری کلی بکنین از چیزایی که دیدین و دیدن شما هیچ وقت همه جهان رو در بهر نمیگیره، برای همین هیچ وقت نمیتونین قطعی بیاین صحبت بکنین. ولی موضوع اینه که دنیای علم گفته که خب برای چی ما باید قطعی صحبت بکنیم؟ ما اگه اینقدر منتظر قطعیت باشیم، یعنی کاربرد این توسل به قطعیت خیلی مضره. خب ما تونستیم، شما نگاه کنید دنیای تکنولوژی رو، ما با این روش علمی که قطعیت به ما نمیده اصلا تونستیم هواپیما بسازیم، اینترنت رو درست بکنیم، ماشین بسازیم. یعنی با اون درصدهای کمی که اشتباه میکنیم ما قبول کردیم اینو، باشه اشکال نداره، ما قطعیت نداریم. ولی شما به خاطر اینکه اینقدر فلسفه دانان این هزاران سال اینقدر قطعیت میخواستن، خیلی علم رشدش کم بوده. خب این خواستن، این تمایل ما به قطعیت یک چیز، یک تمایل خیلی کار ما رو ضعیف کرده. یعنی قطعیت اونقدر کاربرد نداره. یعنی هزینه‌ای که ما میدیم تو هم توی علم هم تو منطق از اینکه ما قطعیت نداشته باشیم، هزینه‌اش خیلی کمه نسبت به کاربردی که این روش‌های علمی و روش‌های منطقیه که بدون قطعیت ولی با احتمال بالا صحبت می‌کنه، انقدر کاربردش بالاست که اون قدم قطعیت هزینه خیلی کمیه و اشکال نداره که ما قطعیت نداریم. درست؟ آره. ببین، می‌دونی مثلا حالا من یه دفاعی از فیلسوفا اینجا بکنم. مثلا یه فیلسوفا درسته این بوده که بیان بحث قطعیت رو پیش ببرن و یک راهی روشی پیدا کنن که در علم یک قطعیتی حاصل بشه. مثلا کارل پاپر اومده مثلا هایپوتریکال دیداکشن آورده، اینا سعی کرده، حالا موفق نبوده، اما سعی کردن اینا یه جوری قطعیت رو وارد کنن و استقرار رو خارج کنن که اینا از میزان عدم قطعیتش کم بشه. اما میدونی کار اصلی که این فیلسوفای علم کردن که خیلی به نظر من کار با ارزشیه، اینه که اومدن سعی کنن مشکل مرز بین علم و شبه علم رو مشخص کنن. یعنی که هر کسی ادعا نکنه هر چرتی رو که مثلا تو خواب دید نیاد به عنوان علم ارائه بده. و این کاری بوده که فیلسوفا کردن، مخصوصا تو قرن 20 کارل پاپر اینا اومدن مثلا گفتن که شما باید یه سری کرایتریا، یه سری مؤلفه ها داشته باشی برای اینکه علم باشی، این روش اینه. چون خیلی ها سوء استفاده میکردن از این عدم قطعیتی که در علم هست. یه نفر هم بوده به اسم، حالا الان یاد نمیدونم، حالا اسم اشتباه نمیخوام بگم، اینا میگفته که خب چون ما روش در علم نداریم پس هر چیزی میتونه علم باشه. و خب اینا آدمایی هستن که خیلی جالب. البته هر چیزی میتونه علم باشه، ولی علم، برای همین من همش نمیدونم یه کلمه دیگه میخوام استفاده کنم، مثلا بگم علم نوین یا روش ساینس منظور دیگه ساینس، نه ولی مدرن ساینتیفیک متد. برای اینکه بالاخره ببینیم، شما نگاه کنید تو دوران باستان هم کسی که داشت ستاره رو نگاه میکرد میگه که خب به نظر میرسه اینا حرکتشون اینجوریه و بیاد پیش بینی میکنه که ستاره ها بعد از مثلا دو ماه دیگه کجا قرار میگیرن فلان اینا. خب اینم علم دیگه، داره تو ماهی تو نگاه میکنه و میاد یک سیستمی درست میکنه که پیش بینی میکنه. تعریف امروزی علم نیست. ببین بس علم تعریفای مختلف داره. من برای اینکه به طور خاص‌تر صحبت بکنم میگم مدرن ساینتیفیک متد. برای اینکه به نظرم بعد بر اساس هر تعریفاتی هر کسی هر اطلاعاتی رو از طبیعت جمع و وری بکنید و به طور سیستماتیکی نتیجه گیر بگیریم، بالاخره این خودش علم میشه. و این ما علم بالاخره از دوران باستان تا الان داشتیم، ولی چیزی که ما الان داریم در صحبت می‌کنیم به عنوان علم همون روش‌های علم نوین هست و اون هست که ما الان داریم تبلیغ میکنیم نسبت به روش‌های دیگه علمی. نه حالا نمی‌تونم بگم علم نیست که یه نفر بره مثلا ستاره ها رو نگاه کنه بخواد یه نظریه جدید بده. مشکل ما میدونید چیه؟ مشکل ما اینه که یارو میاد کتاب پزشکی هاریسون رو آتیش میزنه، آیت الله تبریزیان، بعد میاد میگه اینا نمیدونم علم شیطانیه، علم نزد نمیدونم چیز ماست، مثلا بیا نمیدونم روغن بنفشه بزن کرونا درمان بشه فلان بشه، میدونی اینا. بعد از اون یارو که الان اسمش یادم نمیاد متاسفانه بپرسیم، میگه خب علم هم که روشی نداره، این هم که روشی نداره، پس به لحاظ معرفتی با هم برابرن دیگه، چه فرق میکنه؟ وقتی ما الان دو تا بحث مختلف داریم میکنیم، این ببین من دو تا بحث مختلف داریم. تا الان یه مثالی زدی که اصلا علم نیست. خب ولی من ولی یه مثال دیگه دارن علم دیگه خودشون. خب من کاری با ادعا ندارم، من دارم حرف خودمون رو میذاریم. خب ادعاشون هر چی باشه، ولی بعضی چیزها هست که علم هست ولی روش علمی ناقصی نسبت به چیزایی که الان ما داریم. خب یعنی ما دو تا بحث مختلف هست، یه سری چیزها هست که اصلا علمه خب، و یه سری چیزایی که هست که علم نیست ولی بعضی میگن این علمه. خب
اصلا علم نیست، اصلا نمیشه به هیچ شور گفت که علم، اصلا کسی اصلا نرفته اطلاع جمع وری کنه که به نتیجه گیری برسه. نه خب الان مثلا یه بحث بذار من اینو بگم، ولی یه بحث دیگه یه بحث جدای دیگه داریم که بعضی یه روشای علمی داریم که قدیمیه، یعنی با علم هستا. خب بالاخره ابن سینا هم داشته کار علمی انجام میداد، میرفته نگاه میکنه که ببینه فلان کارا کردم چی میشه. خب علم هست ولی روش علمی ناقصی نسبت به علمی روش علمی نوینی که ما الان امروز داریم. یعنی این دو تا یعنی بعضی میگن یه جوری نگیم که علم مثلا سیاسفید نیست که هرچی علمیه حتما بهترین روشه. بعضی ما روش های علمی داریم که به طور تعریف علم هست ولی از روش های علمی نوین خیلی ناقص تره. یعنی سیاسفید هم چه تعریفی علم هست؟ خب من ببینیم، من میام، ما میتونیم تعریفی که من الان دارم استفاده میکنم، اگه شما تعریف دیگه داریم میتونیم ما بر اساس اون تعریف بریم. خب ولی به نظر من هر روش سیستماتیکی که ما از محیطمون بریم یک مشاهده های رو جمع آوری کنیم و اینو بیایم نتیجه گیری بکنیم ازش، از تجربه‌ای که از محیطمون داریم، خب جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری از اون اطلاعات، این میشه علم. خب یعنی بر اون اساس ابن سینا هم داشته علم انجام میداده، این ایرانیان باستان هم که مثلا داشتن سعی میکردن ببینن ستاره‌ها چجوری به کدوم طرف میره که کدوم ماه ما بیام گندم بکاریم و نکاریم، اونا هم داشتن علم انجام میدادن. کسایی حتی تو دوران باستان یه نفر میومد میگه که خب ببینم اینو من اینجوری پرت کنم به طرف حیوان یا اونجوری بیشتر پرت کنم، کدومش شتاب بیشتری داره، کدومش بیشتر میتونه این حیوان رو سریعتر بکشه، اونم داره علم انجام میده. اینا همش علمه، دارن مشاهده میکنن، نتیجه گیری میکنن، آموزش خطا میکنم یه نتیجه گیری میشه، اینا همش علمه. خب بذار یه مثال برات بزنم. ببین ما خب توی علم میگن آزمایش باید دو سو کور باشه، یعنی دابل بلایند باشه، درسته؟ این مد علم مد خب اجازه بده حالا باشه اجازه بده. ببین توی ایران میخواستن راجع به واکسن کرونا نمیدونم چی خط امام چی یه بنیادی تو ایران، بنیادی که تحت نظر خامنه ای اومده بود که واکسن درست کنه، بعد میگفتن که دختر رئیس بنیاد چی؟ الان یادم نیست اسمش. این اومده واکسن چیز زده. این یعنی تو دوران آزمایش یکی از اونایی که آزمایش شده روش این دخترشه. بعد من سوال برام پیش اومد. گفتم ببین اگر این آزمایشی که دارن میکنن دو سوکور نیست، یعنی دو سوکور یعنی که نه دکتر باید بدونه که اون واکسنی که میزنه واقعیه یا آب مقطره، نه اون دکتر باید بدونه نه مریض. اگر دو سکور نیست که خب این علمی نیست دیگه. اگر نه. دو سکوره که این از کجا میتونه که واکسن داره؟ این حرفی که تو داری میزنی یک علم روش های علمای نوینه که برتر از روش های دیگه. خب ما نمیتونیم بگیم مثلا ابن سینا کار علمی نمی کرده. خب من فکر نمیدونم، حالا شاید اشتباه دارم میکنم، ولی فکر کنم ابن سینا دبل بلایند استادی نداشته وقتی داشته امتحان میکرده که مثلا فلان دارو نتیجه میده یا نه. بله ولی خب؟ این موقع ما تعریف بذار منم حرف بزنم داشتیم. اریک نمیذاری من حرف بزنم. خب من میگم نمیشه بگیم این علم نیست، علم بوده ولی علم ناقصه به نسبت به روش علمی ما نوین که الان داریم امروز. خب یعنی این سیاسفید نیست که هر کسی که یعنی بگیم این اصلا علم نیست. اصلا الان علمی که روش علمی مدرنی که ما امروز داریم خیلی برتره به روش های قبلا. این چیزی که تو داری میگی دبل بلایند استادی روش علمی مدرن امروز رو برتر کرده. خب ولی نمیتونیم بگیم، میتونیم بگیم شاید بشه گفت کمتر علمیه یا علم ناقصتریه، نمیدونم، ولی بستگی به تعریف علم داره. تو میتونی خب اریک تو میتونی اگه تعریف علم تو بهترین روش علمیه، خب یعنی بهترین روش های بهترین مدرن ترین و بهترین روش های جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیریه بر اساس تعریف اریک، خب بله مثلا ابن سینا کاری که الان میکرده موقع علم، الان دیگه امروز علم حساب نمیشه، اون موقع شاید بهترین روش بوده، اون موقع علم بوده ولی الان دیگه علم حساب نمیشه. خب اگه تعریف دینه، خب من از تعریف تو اگه استفاده بکنم بله بعضی چیزا علم نیست، ولی من میگم برای همین دوست دارم خاصتر صحبت کنم، میگم روش های علم نوین. مسئله من اینه که آره در زمان ابن سینا ما اصلا تعریفی از علم به اون صورت نداشتیم، اون تعریفی که اون موقع میشده هیچ ربطی به الان نداشت. آره ابن سینا کارهایی که میکرده در زمان خودش علم محسوب میشده و ما هم بالاخره چون تاریخی پیشینی ماست ازش استفاده کردیم به صورت قرنها. اما الان اگه یکی بیاد روش سینایی بر بگزینه که آخه میدونی مشکل تو اینه که تعریف تو باشه، من تعریف تو قبول میکنم، مشکل اینه که اگر ابن سینا 1000 سال پیش بود ما فقط داشتیم ابن سینا نگاه میکردیم گفتیم خب خیلی هم دستش درد نکنه علمه. مشکل ما الان اینه که دارن
یه سری کارهای چرت و پرت میکنن، بعد میگن آقا این روش علمی ابن سیناست. دقیقاً این کارو یعنی مثلا طب سنتی که تو ایران هست، میگن آقا شما چرا میگید میرید مثلا طب غربی؟ طب غربی برای چی؟ ما خودمون نمیدونم ابن سینا داشتیم، طب سنتی ایرانی داشتیم، حالا مذهبیش میگن طب سنتی اسلامی داریم. میدونی مشکل من اینه که واقعا اینا دیگه الان دیگه علم نیست، اینا دیگه چرا میکننده. باشه من تعریف تو رو قبول کنم. اینا داره انسانهای واقعی دارن عمرشون رو یعنی زندگیشون رو از دست میدن به خاطر اعتماد به این چرندیات. به نظر من بهتره که ما همون بگیم که علم نیستن دیگه، حداقل الان دیگه علم نیستن. آه یعنی تو میگی از لحاظ تعریفی کاربرد این که اصلا چیزایی که ناقص تره رو اصلا علم حساب نکنیم به نفعه، برای که اون روش های ناقص و ما اگه اسمشو بذاریم علم ممکنه بعضی ها زیادی جدیشون بگیرن. خب حرفتو قبول میکنم. یعنی من فقط یعنی میاد فقط به روش های برتر مدرن امروز فقط با اونا بگیم علم، کسی فکر نکنه این برچسب با علم و به چیزایی بزنیم که نتیجه گیری درست نداره، خطرناکه. درست قبول، خیلی از نتیجه گیری هایی که اونا داشتن با اون علم ناقص نتیجه گیری های اشتباهی بوده با این علمی که ما کامل تر الان میدونیم. من تعریف تو رو قبول میکنم، از لحاظ کاربردی تعریف تو بهتره. همیشه این صداقتت رو من بهش قبطه خوردم و دوست داشتم. آه مرسی مرسی اریک. خیلی خوب، من برم سراغ پویان فعلا. من اریک بازم بیشتر بیا، من دلم برای تنگ شده بود. چشم، در خدمت. باش باش، خیلی خوب.